الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و آرزوی خوشبختی و سعادت برای همه شما عزیزان. و اما برنامه امروز ما برنامه فقه و زندگی و سوالهای شما عزیزان. بیدرنگ میرم سراغ سوالهای شما عزیزان، و اما قبل از اینکه سوالا رو شروع کنم اشاره کوتاهی به اینکه فصل مدارس شروع شده، بازگشایی مدارس در بعضی از کشورها به زودی شروع میشه یا شروع شده و سال جدید هست. به فرزندانتون اهمیت ویژه‌ای بدید. سرمایه حقیقی شما وجود فرزندانی صالح، آگاه و هوشیار هست. آگاهی تنها در این نیست که خوندن و نوشتن یاد بگیرن یا مغزشون رو تبدیل بکنن به انباری از معلومات. الان یک میموری بسیار بسیار کوچک پر از معلومات هست، گوشی موبایل شما پر از معلومات متنوع و مختلف هست. اون چیزی که برای یک انسان برای درست زندگی کردن ضروری هست این که انسان بتونه خودش رو بشناسه، بتونه وظیفه‌ش رو در دنیا بشناسه و بتونه از توانمندی‌هایی که خدا بهش داده در جهت رشد و شکوفایی خودش و اینکه سعادتمند زندگی کنه در دنیا، این مهم هست. درست زندگی کردن برای یک فرد مهم هست که درست یاد بگیره. اگر برای فرزندانتون واقعا ارزش قائل هستید، این نیست که شما تنها براشون لباس و براشون خوراک تهیه کنید و وسایل راحتی رو تهیه کنید، بلکه همونطوری که جسم انسان نیاز به خورد و خوراک و لباس و پوشاک و ملذات دیگه داره، روح انسان و قلب انسان و عقل انسان نیاز به خوراک داره، عقل انسان نیاز به علم داره، نیاز به تفکر داره، قلب انسان نیاز به شعور داره، نیاز به احساس خوب و درست داره، و روح و روان انسان نیاز به ایمان و معنویات اساسی داره که البته ایمان میتونه اثرگذار باشه در همه اینها. و بهترین غذا برای روح انسان، برای جان انسان، برای قلب و فکر و عقل انسان پرداختن به قرآن کریم هست. قرآن شفا دهنده روح و روان انسان هست، شفا دهنده دل و درون انسان، شفا دهنده عقل از کجروی هایی که در مسیر زندگیش قرار میگیره هست. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. از قرآن نازل شده شفاست برای انسان، شفا برای عقل انسان، برای روح انسان، برای دل انسان که احساساتش رو تنظیم کنه و درست کنه. وجود این که انسان بتونه به همه اینها به اندازه کافی و به درست جهت بده بسیار مهم هست در سرنوشت و زندگی انسان که چگونه زندگی کنه. بعضی از ماها روح و روان فرزندانمون رو تخریب میکنیم، احساساتشون رو کودن و بی احساسشون میکنیم، ولی در مقابل اینکه فقط میپردازیم به اینکه نمره آخر سالشون بالا باشه و جلو دیگران پوز بدیم و قیافه بگیریم. وقتی رو که اگر برای فرزندانتون میذارید برای درسشون، برای کسب مهارات مختلفشون، حتما قرآن کریم یکی از اون کارهای بسیار مهم می باشه که به بچه هاتون یاد میدید. تلاوت و روحانی درست قرآن کریم و اینکه انسان از اهل قرآن به حساب بیاد و خودش و فرزندانش و اهلش هر روز بخشی از قرآن کریم رو مطالعه کنید تو خونه هاتون، برای شما خیر و برکت و عزت و بزرگی میاره. آرامشی که به شما میده وابسته شدنتون به قرآن کریم، اینکه بیشترین وقتتون رو، وقت آزادتون رو ارتباط بدید به قرآن کریم، حتما آثار اون رو در دنیا و در آخرت خواهید یافت. اونهایی که اهل قرآن هستند در دنیا شادمان زندگی میکنند، آرامش دارند، موفق هستند، مورد عزت و اکرام و احترام دیگران هم در دنیا قرار میگیرند و مورد دعای ملائکه هم هستند. لذا
از جمله یکی از کارهای مهمی که بکنید این هست که قرآن رو به خانه هاتون بیارید و از جمله برنامه های روزانه همه اعضای خانوادتون باشه حداقل روزی یک یا چند صفحه از قرآن کریم رو تلاوت کنید، بخونید و اگه تونستید ترجمه یک آیه، دو آیه، سه آیه از قرآن کریم رو هر روز بخونید به حد توانی که دارید. یک آیه رو اگر نمیتونید حداقل یک آیه رو هر روز معنی اون رو بخونید برای خودتون و بچه هاتون و از آثار اون بهرمند می شوید و به ما هم خبر بدید که قرآن چگونه تأثیر گذاشته در زندگیتون. میرم سراغ سوال های شما عزیزان و اولین سوال از بیننده عزیزی میگه سلام، خسته نباشید، من یک سوالی دارم. در واقع یک سرگردانی برای من پیش اومده که در مسائلی پیش میاد که اختلاف نظر هست. هر بار به هر عالمی که زنگ میزنم یک نظری داره و یک رأی میده و یک نظری، ما سرگردانیم که چه رأی رو بگیریم، نظر کی رو قبول کنیم. شما یک چیزی میگید، کسانی دیگری یه چیزی دیگری میگن و به ما بگید چیکار باید بکنیم. ببینید در مسائل اختلافی که وجود داره، اولا این هر مسئله اجتهادی که وجود داره حتما اختلاف درش هست. اجتهاد مادامی که اجتهاد است اختلاف حتما طبیعی هست که وجود داشته باشه. زیرا کلمه اجتهاد یعنی چی؟ یعنی هر عالمی به اندازه توانایی علم خودش، به اندازه قدرت تفکر و استنباطش از احکام شرعی و علم و دانشی که داره، از ادله شرعی حکم جزئی رو استنباط میکنه و به کسانی که سوال میکنن ازش به ارائه میده. و شاید گاهن یک حدیثی نزد عالمی صحیح بوده باشه، فکر کنه این حدیث صحیحه، اما نزد دیگری دلایل داشته باشه براش که حدیث ضعیف است و قوی نیست، و نزد دیگری امکان داره که بتونه با جمع مجموعه از ادله مختلف و روایات متنوع به این نتیجه برسه که بله میتونه این فعل مثلا جایز باشه یا مستحب باشه یا واجب باشه یا فرض باشه. در نزد احناف فرقی است بین واجب و فرض. لذا این اولا میخوام این رو متوجه بشید، وجود اختلاف در مسائل اجتهادی یک امر بسیار عادی و معمولی و طبیعی است و چه بسا خیری درش هست برای آیندگان. اگر همه متفق بودن بر یک رأی باید حتما انجام میشد، ولی وقتی مختلفن به ما این وسعت رو میده، به ما این اجازه رو میده که هر کدوم از این آراء رو انتخاب کنیم، اونی که دلیلش قوی تر هست، اونی که نزدیکتر است به ادله شرعی. و گاهن حتی این اختلافات باعث میشه که اختلاف رأیی که در گذشته بوده در این روزگار وقتی که میبینیم با توجه به نوازلی که وجود داره و حوادث جدیدی که به وجود میاد به ما این اجازه رو میده. اگر در اون زمان یک رأی رو بسیار وجیه و قوی میدیدند، امروز رأی دیگری رو با توجه به این تغییراتی که ایجاد شده رو میبینیم وجیه تر هست و قوی تر هست. این از ذات خود مسئله. موضوع دوم وظیفه ما چی هست؟ شمایی که رأی رو میبینید یا فتوا رو میشنوید، شما یا خودتون طالب علم هستید، پس برید تحقیق کنید، آراء مختلف فقها رو بدونید، نگاه کنید به ادله‌ای که هر کدوم از فقها ارائه دادن و در این میان برای شما روشن خواهد شد که کدومشون قوی تر و کدومشون ضعیف تر، اگر علمش رو دارید و توانایی علمیتون به اون حد رسیده. ولی اگر نمیدونید، خدا اون دستور داده فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، شما برید از کسایی که به علمش، به ایمانش، به تقوا و ورعش اعتماد دارید از اون بپرسید و دیگه لازم نیست خودتون رو درگیر اختلافات فقهی کنید. از هر کسی که فکر میکنید میشناسید که علمش مورد اعتماده، یعنی علمش به درجه رسیده که بهش میشه اعتماد کرد، دو اینکه اهل ایمان هست، سوم اینکه اهل تقوا و ورع هست، اینا هر کدوم به شما یک امتیاز میده. اگه علمش خوب باشه ولی تقوا و ورع نداشته باشه، ترس این وجود داره که یه چیزی رو به هوا و میل خودش بگه. اگر تقوا داره، ایمان داره، اهل ورع، اهل نمیدونم خدا ترسیه، ولی دانششو نداره، علمشو نداره، یا علمش ضعیفه یا حافظش ضعیفه،
اون وقت نمیشه به علمش اعتماد کرد. پس باید اینها باشه، هم علمش مورد اعتماد باشه، هم ایمانش و هم تقوا و ورعش. اگه از این شخص رو این گونه میبینید، فتوایی که بهتون میده بگیرید فتواش رو بدون دغدغه و بدون نگرانی بهش عمل کنید و دیگه نگاهی هم به آراء دیگه نکنید، مادامی که خودتون ابزاری برای تشخیص دلیل علما ندارید. به یکی از علمایی که فکر میکنید که دانشش درست است، ایمانش درست است، تقواش درسته، بهش عمل کنید. خدا اندام این رو از عموم مردم خواسته، فرموده فسألو اهل الذکر این کنتم لا تعلمون، از اهل علم بپرسید اگر خودتان نمیدانید. میرم سراغ سوال دیگری از بینندگان عزیز. بیننده عزیزی خب این ویدیو فرستادن، ایشون میگن که استاد چگونه در فقه و دین ماهر شویم؟ مهارت نیاز به کار زیادی داره که درش مهارت پیدا کنید. در فقه یه حرف، در دین یه حرف دیگری. دین رو، دین مجموعه از اعمالی است که شما اولا منظور ایشون از دین تقویت ایمانشون هست. اگه منظورتون فقط فقه و علوم دینیه، خب باید برید بخونید. مثل هر علم دیگری، علم شرعی از شاید از سخت‌ترین علومی است که میشه به اون رو ردبندی کرد، زیرا که این علم نیاز به این دار شما چندین علوم مختلف رو باید بدونی، باید آگاه باشی از لغت عربی به خوبی و به توانمندی خوب، باید آگاه باشید از قرآن، از سنت، از اینکه خود قرآن و سنت هم، قرآن خودش بحری از علوم هست، حدیث همچنین بحری از علوم هست، و نیاز دارید به اینکه فقه رو بدونید، طرق استنباط رو بدونید، اصول فقه رو بخونید، و این نیاز داره به دراسه، باید برید بخونید. این از جهت اینکه بخواید ماهر بشید. اما اگه بخواید آگاه بشید از این مسائل، خیلی از احکام فقهی کتاب‌های نوشته شده، مثلا در فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت به زبان فارسی نوشته شده، فقه مذاهب چهارگانه هست، فقه هر کدوم از ارکان ایمان هم جدا جدا کتاب درش نوشته شده، ارکان دین هم که عبارت از نماز و روزه و زکات و حج هست، جدا هر کدوم از اینها کتاب به زبان فارسی درشون نوشته شده، میتونید اونها رو بخونید و تهیه کنید. سریع میتونید به کتابخانه عقیده، سایت کتابخانه عقیده بزنید، در فضای مجازی راحت میتونید از اینترنت و سایت کتابخانه عقیده رو برید، کتابهایی رو که دوست دارید دانلود کنید و مجانا از اونها بهره مند بشید و بخونید. و در هر جایی هم که هستید، کتابخونه ها و کتاب فروشی هایی هستن که کتاب های فارسی رو، حالا شما اگر در افغانستان باشید، در ایران باشید، در تاجیکستان باشید، میتونید کتاب تهیه کنید و بخونید کتاب ها رو، اگر در حد این که بخواید معلومات داشته باشید. در مورد سیره کتاب هست، یعنی سیره پیامبر علیه السلام، در مورد عقیده و ایمان کتاب هست، در مورد آخرت که هست، در مورد ایمان به پیامبران هست، در مورد ملائکه، همه اینها کتاب جدا جدا کتاب براش تصنیف شده و تألیف شده و ترجمه شده و در سایت کتابخانه عقیده میتونید پیدا کنید. بیننده عزیزی گفتند که متاسفانه خانواده ما، البته قبلش سلام کردن، درود فرستادن و تشکر کردن از برنامه، بعد میگه در خانواده ما متاسفانه برادرم نماز نمیخونند و اهمیتی هم نمیدن، هرچی به اونها میگیم که نماز بخونند نمیخوانند. ببینید، ترک نماز خیلی مسئله خطرناکی هست. در احادیثی که از پیامبر علیه السلام به سند صحیح روایت شده است، ترک نماز رو کفر نام برده است. فرموده است از العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، هر کسی که اون عهدی که بین ما و بین کفار هست یا مشرکین هست، نماز، یعنی اون چیزی که ما رو امتیاز میده از اونها، هر کسی نماز رو ترک کند کافر است. آیا کفر کفری است که انسان رو از دین اسلام کلا خارج میکنه؟
یا مقصود از کفر این هست که یکی از علائم کفار این هست که نماز نمی خونند. برخی از فقها گفتند کفر دون کفره، یعنی یک ترک نماز انسان رو از دین اسلام بیرون نمی کنه، ولی نشانه بزرگی از کفر درش هست. همونطوری که پیامبر علیه السلام فرمود نسبت به کسی که همسایش رو آزار میده، فرمود والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن. کسی که آزار و اذیتش به همسایش برسه، لذا این بر اون هست، یعنی ایمانش کامل نیست کسی که نماز میخونه، ایمانش ناقصه. این رأی جمهور فقها هست، ولی خب ظاهر حدیث دلیل بر کفر است و تعداد زیادی از اهل علم ترک نماز رو، کسی که به طور کلی نماز رو ترک کند، کافر میدونند. و اما همه به اتفاق اگه کسی معتقد باشه که نماز در اسلام نیست، نماز رو ملاها آوردن، نماز رو خودشون درست کردن، کسی چنین باوری داشته باشه قطعا خارج از دین اسلام هست و کافر است، مسلمان نیست. زیرا نماز رو خداوند در قرآن کریم خیلی واضح و روشن بیان فرمودند. در حدیث پیامبر علیه السلام احادیث متواتر صحیح، نماز رکنی از ارکان اسلام هست. اما از جهت دیگه نگاه کنید، در قرآن، در احادیث پیامبر علیه السلام زنا کفر نامیده نشده است، قتل کفر نامیده نشده است، رباخاری کفر نامیده نشده است، دزدی کفر نامیده نشده است، ولی ترک نماز کفر نامیده شده است. یعنی در احادیث شما نمیبینی فرموده باشه مثلا کسی که مرتکب زنا شد کافره، یا کسی ربا بخوره کافره، یا کسی قتل کنه کافره. این چنین چیزی وجود نداره، بلکه مرتکب گناه بسیار بزرگی شده. ربا گناه بزرگی، ربا خوردن، زنا گناه بسیار بزرگیه، قتل گناه بزرگیه، رشوه گناه بزرگی، اینا همه گناهان کبیره هستن، ولی نماز رو فرموده کفره. باید بدونید که چقدر مسئله نماز اهمیت داره. اون رو ساده نگیرید و سعی کنید که نمازاتون رو سر وقتش و به درستی بخوانید. بیننده عزیز گفتن سلام، خسته نباشید. هنگامی اذان داده میشه، زنان اگر قبل از جماعت نماز رو ادا کنند جایز است؟ اما سوال این بیننده عزیز، اگر اذان گفته شد و این اذان سر وقت و درست گفته شد، دیگر زنان میتونن توی خونه هاشون نماز بخونن. هر کسی که اهل جماعت نیست، یعنی جماعت برش واجب نیست، رفتن به مسجد برش واجب نیست به خاطر مریضی، پیری و هر چیزی از این دسته، و همچنین زنان، چون جماعت بر زنان واجب نیست، اگه خواستن برن مسجد جماعت بخونن جایزه، ولی برشون واجب نیست. اما نماز رو به جماعت خوندن، رفتن به مسجد برای خوندن نماز جماعت، نزد برخی از فقها یا اکثریت فقها واجبه. برخی هم گفتن سنت مؤکده، و اما در احادیث تأکید بسیار زیادی بر نماز جماعت اومده، ولی خانم هایی که در خونه هستن برشون جماعت نه واجبه نه تأکیدی در حقشون هم شده. نمازی رو که در خونه میخونن ثوابش هم از نمازی که در مسجد میخونن بیشتره. لذا وقتی که اذان گفته شد، اذان گفتن اعلان دخول وقت نمازه. وقتی اذان گفته میشه یعنی دیگه به مردم اعلام میشه که برای وقت نماز فلان داخل شد. مثلا اذان رو برای عصر میگن، وقت نماز عصر داخل شد. برای عشا میگن، برای مغرب میگن. این یعنی وقت این نماز دخول پیدا کرده، و بعد از اذان مباشرتا شما میتونید نمازتون رو بخونید، نماز فرضتون رو بخونید یا سنت قبلش رو بخونید، ولی وقت نماز داخل شده و منتظر جماعت نشید. جماعت رو کمی دیرتر در بعضی از کشورها میخونن. در کشورهای عربی عمدتا عادت خیلی خوبی وجود داره، و اون اینکه 20 دقیقه تقریبا همه نمازها به جز نماز مغرب، 20 دقیقه بعد از اذان نماز فرض رو میخونن.
به خاطر اینکه مردم فرصت پیدا کنن وضوشون رو بگیرن خودشون رو برسونن به جماعت، یا اگه کسی غسل برش باشه غسلش رو بکنه وضوش رو بگیره و خودش رو برسونه به جماعت، این فرصت براش وجود داره. و لذا خانم ها در خونه میتونن نمازاشون رو بخونن. بیننده عزیز گفتن سلام علیکم استاد، برادرم امروز به برادر کوچک من شورت فوتبال خرید که در اون شورت علامت صلیب بود، گفتم نگیر اما برایش خرید، آیا گناهکار شد و برادر کوچک من آن را بپوشد؟ ببینید هر چیزی که صلیب در اون قرار داشته باشد پوشیدن اون حرامه، داشتنش حرامه، پوشیدنش هم حرامه، خریدنش هم حرامه، زیرا صلیب نشانه شرک هست، نشانه دیانتی غیر از دین اسلام هست و رمزی است برای دین دیگری و در جاهایی تقدیس میشه، اون رو به عنوان به گردنشون میآویزن، اون رو مقدس میدونن، در حالی که در اسلام چنین چیزی وجود نداره و چنین چیزی باطل هست. لذا هر گونه داشتن اون شرعاً جایز نیست و حرامه، چه خریدش چه پوشیدنش و یا اینکه نگهداری کردن از اون. بیننده عزیز سوال کردن که حکم عقیقه چی هست؟ عقیقه سنت هست، مستحبه، کسی که خداوند فرزندی بهش داد به شکر این نعمت گوسفندی رو ذبح کنه و بین فقرا تقسیم کنه و برخی از اهل علم گفتن مانند قربانی هست، یک سومش رو خودش نگه داره، یک سوم بده همسایه، یک سوم هم بده به فقیر و فقرا، یا اینکه غذایی رو بپزه و همه رو بر اون دعوت کنه، هرچه هر که نه تنها اغنیا بلکه فقیر و غنی و همسایه و دوست و همه رو دعوت کنه که از اون غذا بخورن، این عقیقه است و سنته. و اگر کسی نداره انجام نده هیچ گناهی نکرده. بعضی فکر میکنن اگر عقیقه رو انجام ندی بچت مریض میشه، فکر میکنن سلامتی بچه در گرو عقیقه است. نخیر، سلامتی بچتون مربوط به عقیقه نیست، هیچ ارتباطی به عقیقه نداره، عقیقه عبادت، شما عبادتی رو انجام میدید تقربا الی الله و به شکر و سپاس اینکه خداوند فرزندی بهتون داده دارید این سنت رو انجام میدید، اگر نداشتید انجام ندید، حتی اگر هم داشتید و انجام ندادید گناهی نکردید، اگه خیلی هم پولدار بودید بازم انجام ندادید گناه مرتکب نشدید، ولی اگر انجام بدید اجر ثواب دارید و شکر و سپاس این نعمت رو انجام دادید و به سنت پیامبر علیه الصلاه و السلام عمل کردید. بیننده عزیز دیگری سوال کردند که سلام علیکم استاد محترم، خدا کنه که جور و سالم و صحتمند باشید استاد گرامی، خیلی خیلی زیاد قرضدار هستم، از کسایی که قرضدار هستم من رو خیلی محکم گرفتند و هرچی برایشون میگم فعلا ندارم ولی قبول نمی کنند، حتی برای یکیشان وسایل خانه ام را فروخته پول دادم، بسیار مرا پریشان کرده اند، استاد برایم دعا کنید تا از این مصیبت خلاص شوم. خداوند به شما و به همه کسانی که در حالت و وضع شما هستند گشایشی ایجاد کند و رزق و روزی فراوان بدهد و از زیر بار قرض و دین بیرون بیایید و دعا کنید و از خداوند بخواید که روزیتون رو فراوان بدهد. پیامبر دعایی رو به برخی از صحابه یاد داد که گفتن اللهم اینی اعوذ بک من العجز والکسل و اعوذ بک من الجبن والبخل و اعوذ بک من غلبت الدین و قهر الرجال. این ذکر رو بخونید، پیامبر به یکی از صحابه که در حالت و شرایطی شبیه شما بود این رو گفت و گشایشی براش ایجاد شد، و سعی کنید که این رو مرتب بخونید. و باز هم از دعاهای دیگری که باید بخونید این هست، اللهم اینی اسألوک من فضلک و رحمتک فإنه لا یملکهما الا انت، این رو مرتب بخون
و در این حال هم با کسایی که اهل مشورت هستند مشورت کن، راهی رو پیدا کن، با خانوادت، با کسای دیگری که اطرافت هستند و درشون خیر میبینی مشورت کن، راه علاج رو بهت نشون بدن و یا اینکه با طلبکارات صحبت بکنن که فرصت بهت بدن که بتونی قرضاشون رو جبران کنید. یکی از واقعا ایشون چیز عجیبی رو همیشه میگه، بسیار پریشانم و اون چیزی که پریشان خاطری برای انسان میاره و غم و غصه انسان رو زیاد میکنه قرضه. قرضدار بودن خیلی مشکله، بدهکار بودن خیلی سخته، ولذا پیامبر علیه الصلاه و السلام پناه میبردن به خداوند از قرضداری. میفرماید اللهم اینی اعوذ بک من المأثم والمغرم، خدایا پناه میبرم به تو از گناهکاری و قرضداری و این که بدهکار باشی. صحابه گفتن یا رسول الله چقدر این دعا رو تکرار میکنی و چقدر این دوتا رو همراه هم میاری، گناهکاری و قرضداری. پیامبر علیه الصلاه و السلام فرمودن انسان وقتی قرضدار باشه مجبور میشه دروغ بگه، مجبور میشه وعده خلاف کنه، مجبور میشه به قرار و قولش عمل نکنه و این دوتا با همن. و در حدیث دیگری پیامبر فرمود اللهم اینی اعوذ بک من الکفر والفقر، و این دوتا را هم کفر و فقر رو هم دوش هم و در کنار هم قرار داد. و سعی کنید که تلاشتون رو بکنید، فکرتون رو به کار ببرید، شاید راهی باشه برای اینکه بتونید کسب و کاری رو شروع کنید و یا به کاری مشغول بشید که بشه قرض هاتون رو پرداخت کنید. و نقطه ای که الان بعد از اینکه واقع شدی در قرض فکر اینها رو میکنی، اما قبل اینکه، برای اونایی میگم که هنوز خداوند لطف بهشون کرده و در زیر بار قرض قرار نگرفتند، سعی کنید که قرض نگیرید و به دنبال قرض نرید. سعی کنید راههایی پیدا کنید برای اینکه بتونید ضرورات زندگیتون رو، مخصوصا قرض گرفتن برای تجملات دنیا. یکی میره قرض میگیره به خاطر اینکه بخواد یک موبایل مثلا فرض کن آیفون فلان و فلان بخره که قیمت چنانی داره، فقط به خاطر اینکه همسایه‌شون خریده، یا همسرش ازش میخواد که موبایل فلان بخره که زن فلانی این رو داره، یا لباس آنچنانی بخره. انسان وقتی که نداره باید اینقدر خودش رو دوست داشته باشه که براش مهم نباشه دیگران چی میگن. مهم اینه که خودت در دلت افتخار کنی به اینکه مدیون دیگران نیستی، زیر بار منت دیگران نیستی. خودتون زیر بار قرض برای تجملات دنیا نبرید. حالا اگر ناچار شدید برای ضروریات زندگیتون قرض کردید، امریز طبیعی و جایزه که انسان قرض بگیره برای ضروریاتش، یا بره اموال دیگران رو بیاره باش تجارت کنه که این بازم قرض نیست بلکه مضاربه هست و دارد با اموال دیگران تجارت میکند. این جایزه مادامی که تو داری باش تجارت میکنی، به شرطی که تجارتی رو که داری درش انجام بدی بلد باشی، بدونی چی هست، درش مهارت داشته باشی، نه اینکه اموال دیگران رو بیاری و با ندانم کاری ها همه رو از بین ببری. بله چشم. یکی از بینندگان میگن آب بنوش و ممنون از اینکه به فکر ما هستید و توصیه هاتون رو میفرستید. اما
اما سوال این بیننده عزیز که سوال اولشون در مورد دعا کردن برای کسی که بر شرک مرده است از دنیا رفته، نه خیر، جایز نیست دعا کردن برای مشرکین و خداوند منع کرده است این رو، و لذا دعا برای مشرک جایز نیست. و حتی پیامبر فرمود که اگر 70 بارم براشون استغفار کنید خداوند اونها رو نمیبخشه. اگر بر شرک مرده، یعنی شما یقین داشته باشید این شخص مشرک بوده. ببینید مشرک بودن با اینکه یک کسی درش اعمال شرکی باشه تفاوت داره. مشرک اون کسیه که واقعا شرک اعظم داره، کسی رو همراه خداوند در روزی رسانی، در دفع بلا، در نزول خیرات، در اینها شریک بدونه. اگر کسی رو شریک بدونه این شرک اعظم هست. حالا اگر حتی براش هم نماز نخونه، میاد مسجد نماز بخونه، ولی کسای دیگری رو هم در دفع بلاها، در مدیریت جهان هستی، در اینکه اونی که گنداننده این جهان هست رو یک کسی دیگر هم بدونه، بگه فلانی هست مثلا، یا اینکه فرزند بهت بده، روزی بهت برسونه، دفع بلا ازت بکنه، بیمار تو شفا بده، اگر اینا رو از غیر خدا میدونی، یا وقتی که داری دعا میکنه این دعا کنه به غیر، از غیر خدا طلب کنه، این شرک هست. و لذا این شخصی براش دعا کردن هیچ فایده ای نداره و هیچ اثری نداره و جایز هم نیست. و اما سوال دوم بیننده، بعد از اینکه از آن تمام شد، صلوات فرستادن بر پیامبر علیه الصلاه و السلام سنت هست و دعای اللهم رب هذه الدعوه رو بخونید و بر پیامبر هم بعدش صلوات بفرستید و این امر درستی هست. اما سوال بیننده عزیز دیگری میگن سلام، خسته نباشید خدمت استاد بزرگوار، من اینه سوال من اینه که چه قسم شبیه پیامبر اکرم علیه السلام نماز بخوانیم و از کدام کتاب می توانیم پیدا کنیم طریقه درست نماز خواندن رو؟ ببینید کتاب هایی در این باب نوشته شده و حتی بعضی از کتاب ها اسمش به همین اسم هست، صلوا کما رأیتمونی اصلی، اون گونه نماز بخوانید که من نماز خواندم. کتابی است که شیخ ناصرالدین آلبانی اون رو احادیث اون رو جمع آوری کرده و همه احادیثی که در مورد احادیث صحیحی که ایشون طبق رأی خودشون این احادیث صحیحن جمع آوری کرده و در اونجا شیوه نماز خوندن پیامبر علیه السلام بیان شده است. و البته خب ببینید بقیه فقهای دیگه که اگر کتاب‌های فقهی دیگری که نوشته شده، که مثلا یکی از اونها کتاب امام مروزی هست که در مورد نماز نوشته شده، ولی همه اینها در مورد نماز هست و کتاب‌های فقهی که در مذاهب چهارگانه اهل سنت هست درش درباره نماز گفته شده است، باز هم تلاششون این بوده که نماز خوندن پیامبر رو بیان کنند. اگرچه امکان داره رفتن احادیث ضعیفی رو هم آوردن، در جای حدیث ضعیفی رو ترجیح دادن و حدیث صحیحی رو کنار گذاشتن، اونم نه از روی غرضی یا از روی اینکه بخوان عمدن این کار کرده باشن، بلکه علم و دانششون یا استنباطشون از علوم مختلف و تحقیقشون در مورد روایات مختلف به این نتیجه رسیده و همه اینها تلاششون این بوده. ولی خب به عنوان کتاب هایی که کتاب شیخ ناصرالدین آلبانی کتاب معتبر و کتاب خوبیه و میتونید از اون کتاب در سایت کتابخانه عقیده هم وجود داره از اونجا تهیه کنید و بخونید. ولی یک نکته رو من میخوام توضیح بدم. ببینید عزیزان، گاهن اختلافات ایجاد میشه بر سر قضایایی که بسیار این قضایا در نزد صحابه و تابعین و علما و فقها امری بسیار بسیار عادی بوده است. به عنوان مثال عرض میکنم، دست بستن کجا دست ببندید؟ آیا اینجا دست ببندید؟ پایین تر ببندید؟ زیر ناف ببندید؟ ببین اینا هیئات نمازه، هر کدوم از اینها را انجام بدی حرجی بر تو نیست. درست روایت مختلف اومده، ولی اگه جر رفتید جایی، اگه میدونید که
یه جایی هست تعصب به خرج میدن، مردم عوام هستن نمیدونن و فکر میکنن همونی که خودشون یاد گرفتن از آبا و اجداد درسته، باید دست و زیر ناف میبندن. تو اگه دست و بالاتر بستی باعث اختلاف و ناراحتی و مشکلات میشید. پس سعی کنید پافشاری نکنید بر این مسائل. درسته که روایتی که شما میارید درسته، ولی روایاتی هم که اونها از دیگران یاد گرفتن درسته که اون روایت ضعیفه، ولی طرق احادیثی که روایاتی که به تعدد طرق اومده اونم به اون استنباط کردن فقهایی که به ایشون گفتن، یا اینکه رفع الیدین کردن، سنت رفع الیدین کردن در قبل از رکوع، بلند شدن از رکوع و از تشهد اول در نمازهای چهار رکعتی و سه رکعتی بلند بشی، رفع الیدین سنت. ولی اگر جایی هستید که این باعث اختلاف میشه اشکال نداره ترک کنید. جایز است که اختلاف ایجاد کردن، تفرقه ایجاد کردن گناهه. اما اگر میخواهید مردم به مردم یاد بدید سنت رو، کم کم این سنت ها رو به مردم معرفی کنید تا مردم آگاه بشن. کم کم که آگاه شدن، نسل های بعدی و بعدی دیگه این حساسیت رو و این تعصب رو کنار خواهند گذاشت که بر سر چنین قضایایی دعوا کنند. اون وقت عادی خواهد شد که اینکه شما دست تو رو سینت میبندی یا روی ناف میبندی یا پایین ناف، براش عادی میشه که تو رو در چه هیئتی ببینه. مثال عرض میکنم، الان ما در کشورهای عربی که هستیم، کشورهای خلیج مثل امارات و قطر و کویت و سعودی، شما هر جوری بگون کسی کاری به کارت نداره. شما دست تو رو سینت میبندی کسی به هیچ کاری بهت نداره، دست تو پایین تر میذاری کاری بهت ندارن و نه دعوایی سر این قضایه میشه. قابل فهم شده برای مردم، میدونن که روایات مختلفی وجود داره و سر قضایه‌ای که بین سنت و بین غیر سنت رو تشخیص میدن. اینه که این نیاز به کار داره تا مردم به جایی برسن که بتونن این چیزها رو تشخیص بدن. یا رفع الیدین، شما رفع الیدین بکنی یا نکنی، در این جاها خیلی نه جای تفرقه است، نه جای اختلاف است، نه کسی دعوا میکنه، نه کسی اصلا بحث میکنه روی این قضیه. بله در روی منبر علما بحث میکنن، تحقیق میکنن، احادیث رو قوی میدونن، یکی دیگر رو ضعیف بیان میکنن، ولی نتیجهش نمیشه اختلاف، نتیجهش نمیشه دشمنی و تفرقه. و همه اینها عادی است. یک زمانی اینجا این گونه نبوده، الان با مرور زمان و با دعوت و با آگاهی دادن به مردم، مردم آگاه شدن و این چیزها براشون خیلی عادی هست. و مهم این است که همه با دلیلی دارن تلاش میکنن که سنت پیامبر رو علیه السلام انجام بدن، حالا دلیلشون ضعیف یا قوی. و لذا این مسائل رو منات اختلاف قرار ندید، ولی خب تلاش بیشتری بکنید تابع سنت پیامبر بودن علیه السلام، نماز خوندن اون گونه که پیامبر علیه السلام نماز خونده است رو حتما مد نظر قرار بدید. نکته دومی که در اینجا لازم و ضرور هست بگم، خیلی از مردم وقتی که بهش میگی مثل پیامبر نماز بخون، یا اون جوانایی که میگن ما میخوایم مثل پیامبر نماز بخونیم و ایجاد تفرقه هم ایجاد میشه بینشون با دیگران، فقط توجه میکنن به ظاهر نماز، یعنی اینکه رفع الیدین کنی، دست تو کجا ببندی و اول آیا وقتی که میخوای بری سجده اول زانو تو زمین میذاری یا اول دست تو زمین میذاری. روی این قضایا تمرکز میکنن، تمرکز میکنن، اما یادشون رفته نماز خوندن پیامبر چقدر زیبا میخوند، چقدر با خشوع میخوند، چقدر طولانی میخوند. و اینها رو هم در نظر بگیرید، ولی شک نکنید نماز خوندن اونگونه که در احادیث صحیح اومده بسیار زیباتره، بسیار راحت و آسونه و چیزهای ایجاد شده در به مرور زمان در بین مردم تبدیل شده به یک مثلا فرض کنید یک منکر بزرگ، در حالی که وقتی که نگاه میکنی مثلا پیامبر وقتی نماز خونده اونو انجام داده. مثلا حرکت کردن به راست چپ جلو، در اینجا ببینی یک کسی داره نماز میخونه،
جلوش هم مردم همه منتظر میخوان رد بشن، خودشو یه کم کنار نمیکشه که این راه رو باز کنه مردم رد بشن، فکر میکنه نمازش باطل میشه اینطوری، در حالی که اگه پیامبر بود علیه السلام حتما خودشو کنار میزد. و پیامبر علیه السلام در وقتی که داشت نماز میخوند نوش رو بغل کرده بود، وقتی هم میرفت به رکوع و سجود زمین میگذاشت، دوباره بلند میشید ایشون رو بغل میکرد که گریه نکنه. اگر اونگه امروز کسی این کار رو بکنه مردم تبدیلش میکنن به یه چیز منکر بزرگ، در حالی که رسول الله علیه السلام انجام داده. امروز مردم اگه بچه‌ای در صف اول قرار گرفت بهش پرخاش میکنن، در حالی که پیامبر فرمود علیه السلام هر کسی اول اومد اونجا متعلق بونه، چرا جاش رو ازش میگیرید؟ ببینید ارتباط با سنت واقعا عبادت رو هم آسون میکنه، هم لذت بخش میکنه، هم احساس میکنی تو داری تابع رسول الله علیه السلام هستی. بیننده عزیز نوبتشون رو من رعایت میکنم که کسی بی نوبت جواب ندم. میگه سلام رحمت الله، ببخشید سوال آخری من که به صورت صوتی فرستادم رو پاسخ ندادید. من سوالشون رو پاسخ دادم ولی متاسفانه پاسخ برای ایشون نرفته، حالا چرا اینترنت قطع شده در اون لحظه یا هر چی دیگه، سوال برای ایشون نرفت. حالا این فایل صوتی هم که ایشون داره چون خیلی ازش گذشته باز نمیشه، اگر سوالشون رو دوباره بفرستن جواب بدیم. بیننده عزیزی گفتن سلام استاد گرامی، اگر شخصی یک معامله تجارتی رو برای یک نفر فراهم کند و ازش بخواهد که چند درصد مشخص سود حاصل از این معامله تجاری رو برایش بدهد، آیا این کار حرام است؟ ببینید این نیاز داره به اینکه شما کاملا برای من توضیح بدید چگونه این کار رو برایشون فراهم کردید. حرام نیست اگر انسان کاری رو انجام، قرار نیست که شما همه چیز رو باید پول بدید بخرید بفروشید. بعضی وقتا واسطه های تجاری، اونی که داره یا دلالی میکنه یا واسطه هست، هم کار درستی انجام میده، حلال درآمدش. شما میتونید کاری رو برای کسی فراهم کنید و ازش درصدی رو بگیرید یا ازش یک مبلغ مقطوعی رو بگیرید، فرق نمیکنه. الان مؤسسه کاریابی هست، میتونن کار رو برای دیگران تهیه کنن و درآمدشون هم حلال هست مادامی که طبق ضوابط شرعی باشه و نه بیشتر از طرف مقابل بگیرن و نه اینکه طرف رو مورد یعنی استثمار خودشون قرار بدن. طول عمرش درصدی رو به شما بده، فرضاً 20 سال کار کرد، چرا این مبالغ بسیار هنگفت رو دریافت میکنید؟ یک مبلغ مقطوعی قرار بدید یا برای مدت معلومی این درصد رو بگیرید، بله جایز است. ولی اگه بخواید طول عمر این کار رو بکنید، من اون رو نوعی از ظلم میدونم در حق طرف مقابل. طرف مقابل محتاجه، شما این کار رو براش تهیه کردی، فراهم کردی، خب تا یک سال، تا نمیدونم دو سال، تا هر وقتی که منطقی و معقول باشه اون یکی درصد دو درصدی که قرار میگذارید رو بردارید. بیننده عزیز سوال کردن که سلام علیکم و رحمت الله، استاد محترم چند سال دارم. من از کودکی موسیقی گوش میدادم، الان هم گوش میدم، با اینکه میفهمم گناه داره بازم گوش میدم، یک راه حل برایم بگویید. شما جایگزین کنید این رو. اولا مادامی که خودتون حکمش رو میدونید و دربارش میدونید، جایگزین کنید. سرودهایی هستن، سرودهایی که خوبن و معنیشون خوبه، موسیقی همراهشون نیست یا حد اکثر دفی همراهشون هست، میتونید این مناجات هایی که وجود داره رو گوش بدید، صداهای خوبی وجود داره در میان سرودهای اسلامی، اونا رو گوش بدید که موسیقی هم نداشته باشه و
بتونید راحت اونا رو گوش بدید. مرحله یا همراه با این به اضافه این نشید گوش به قرآن بدید، این باعث میشه که اون جا رو پر کنه، خودتون رو مشغول کنید به چیزهای دیگری که جای اونی که بوده رو براتون پر کنه و کم کم بتونید اون رو کنار بذارید. سوال دوم میگه این است که اگر کسی بگوید از رحمت خدا در فلان قضیه ناامید شدم، آن شخص گناهکار میشود و اگر گناهکار شده است استغفرالله بگوید کافی است؟ بله، گفت ناامید شدن از رحمت خداوند خودش در ذات خود گناهه، چه بگه چه نگه. اینکه کسی به زبان میاره این خودش یه مطلب دیگریه، به زبانم که نیاره مادامی که انسان ناامید از رحمت خداوند شده باشد این خودش یک گناهه و بابی رو باز میکنه ناامیدی از رحمت خداوند که شیطان از اون در وارد میشه. خداوند در قرآن کریم فرموده لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشوید. ناامید شدن زبان که نیست، قلبه. این ناامیدی در قلب انسان، در فکر انسان اتفاق میفته و امیدوار بودن به رحمت خداوند از اعمال قلوبه، ناامیدی هم از اعمال قلوبه. لذا باید حتما در دلتون این رو داشته باشید که امیدوار باشید به رحمت خداوند. و در آیات دیگری فرمود لا ولا يسوم الروح الله الا القوم الكافرون، جز کافران کسی از مأیوس از رحمت خداوند نمی شود. و اما اون دیگه درجه بالایی هست، اما هر مؤمنی هم که اهل ایمانه اما ناامید بشه از رحمت خداوند مرتکب یکی از گناهان قلبی شده است. لذا سعی کنید که ناامید نشید از رحمت خداوند و برای اون حرفی هم که زدید استغفار کنید، توبه کنید و برای اونی هم که ناامید بودید توبه و استغفار کنید. سعی کنید که بفهمید که یا ایمان داشته باشید به این که هر چه اتفاق میفتد حتما خیلی در اون هست، یا الان یا آینده متوجه اون خواهیم شد. و مادامی که انسان اون اتفاقی که براش افتاده نتیجه گناه و معصیت خودش نباشه، عقوبتی نباشه از طرف خداوند به خاطر اعمال خودش، اون مشکلاتی که میاد حتما درش رحمتی هست، به زودی اون رو خواهید فهمید. خودتون رو به رحمات خداوند امیدوار بسازید، حتما به نتیجه خواهید رسید. من کوتاه میکنم چون به من میگن که وقت برنامه کاملا پایان رسیده است. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر همه شما عزیزان رو خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.